تو بقاست، ای که پرستش بر تو سزاست. تو ازلی و تو ابدی، در تو بقا و بی تو فناست. درگاه قدست پر از جلال، نبینت نامت هرگز زبان. قدوس ای قدوس، خدای پاک، محبت تو بی انتها. باشد رخشان از تو که هستی نور جهان. بی نور تو ما در ظلمتیم، از تو منور دلهای ما. مسکینان و گناهکاران، ما دردمندان و ما بی کسان، از بحر درمان آمدیم، چون که درگاهت دارالشفاست. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته‌ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند
گوش فرا دهید. شنوندگان گرامی، عنوان این برنامه هست راه رهایی از باطلاق‌های زندگی. دوستان، در کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9 چنین می‌خوانیم. کلام می‌فرماید من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود. پس حال با شادی به ضعف‌های خود می بالم. شادم از این که زندگیم قدرت مسیح را نمایان می سازد و نه توانایی‌ها و استعدادهای خودم را. آمین. عزیزان، وقتی پاسخ خداوند در بحبوحه شرایط دشوار زندگی برای شما قابل فهم و درک نیست، چه کار می کنید؟ گاهی اوقات زندگی هر کدوم از ما ناگهان به باطلاق وحشتناکی مبدل میشه. باطلاقی که حرکت در اون برامون غیر ممکن میشه و به هر سوی آن که می نگریم بیشتر و بیشتر ما را دچار سردرگمی و کلافگی می کنه. در آن باطلاقی که گرفتار شدیم به اطراف خودمون نگاه میکنیم و در میابیم که هیچ چیز زندگی ما سر جای خودش نیست. همچنین در اون شرایط در میابیم که هیچ چیز زندگی ما معنای اصلی خودش را نداره. همه چیز بی تحرک، سرد و بی رحم به نظر میرسه. در یک چنین شرایطی برای دریافت کمک و هدایت خداوند در حضور او دعا می کنیم و خداوند هم پاسخ دعاهای ما را میده، ولی ما از پاسخی که خداوند به ما داده سر در نمیاریم و سرگشته و همچنان حیران و ترسان در آن شرایط باطلاقی زندگی خودمون باقی میمونیم. بله، متاسفانه ما با شنیدن پاسخ خداوند اراده الهی او را از این که چرا وی اجازه داده تا ما در آن شرایط باطلاقی گرفتار بشیم را به درستی درک نمی کنیم. در چنین زمانهایی برای نجات و رهایی از آن باطلاق کشنده بایستی آرام آرام به شناخت درست محیطی که در اون گرفتار شدیم براییم. باید با تمرکز ذهن و دید دقیق به دنبال نقاط خشک و شاید تک سنگ ها و جایی که قابل اعتماد برای ایستادن ما بر آنها هستند باشیم. باید با دقت محلی قابل اعتماد ولی کوچک را یافته بران ایستاده و باز به دنبال نقطه قابل اعتماد بعدی باشیم. این تلاش و جستجوی ما باید در هدف نزدیک شدن به انتهای باطلاق و سرانجام رهایی ما از اون باشه. دوستان، این تنها راه رهایی از باطلاقیه که ما را در کام کشنده خودش به دام کشیده. آرام آرام، قدم به قدم، با اعتماد به نفس، شناخت صحیح و در آرامش حرکت کنیم تا سرانجام به انتهای آن باطلاق رسیده و به زمین خشک و قابل اعتماد برسیم. عزیزان، اگه اجازه بدیم تا ترس و نگرانی بر ما چیره بشند، به زودی ناامیدی هم به دنبال آنها وجود ما را در حالی که در باطلاق زندگی گرفتار شدیم فرا خواهد گرفت. ترس، نگرانی و ناامیدی به ذهن ما هجوم میاره و در وجود ما نجوا میکنه که خطر، خطر،
تو دیگه برای همیشه گیر کرده ای و نجاتت از این باطلاق محاله. گاهی هم ترس، نگرانی و ناامیدی در باطلاقهای زندگی در گوش ما نجوا می خوانند که سعی کن به طور کامل و همین حالا بفهمی که چرا کار تو به اینجا رسیده و در یک چنین باطلاقی اسیر شدی. عزیزان، این دروغ و حیله دیگر از طرف شیطانه که سعی در باقی نگاه داشتن ما در باطلاقهای زندگیمون داره. دوست من، وقتی خودتون را در باطلاق زندگی گرفتار میبینید، اجازه ندید تا ترس، نگرانی و ناامیدی وجود شما را در بر بگیره. همینطور سعی بر این نداشته باش که حتما بفهمی و درک کنی که چرا در آن باطلاق اسیر شدی. در کنار جستجو برای یافتن جای پای حتی کوچک ولی خشک و قابل اطمینان متوجه خدا بشو. محبت، وفاداری و حضور او را در آن لحظات وحشتناک در کنارت به یاد آور. خدا محبت و هرگز شما ایمانداران به عیسی مسیح را تنها و بی سرپرست رها نخواهد فرمود. شاید موقعیت شما در باطلاقهای زندگی به حدی دردناک و گیج کننده باشند که به هیچ وجه برای نجات خود و اینکه چرا اونطور گرفتار شدید پاسخی نمیابید. اما خدا همه شرایط زندگی شما را کاملا در اختیار خودش داره. هیچ عمل خدا بی حکمت و بی برنامه نیست. دوستان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 28 می فرماید و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. آمین. بله دوست من، خدا از تجربه شما در باطلاقهای زندگی برای شبیه مسیح گردانیدن سیرت شما و نهایتاً جلال نام خودش استفاده می کنه. اگر به حضور پرمحبت خدا با خود در همه شرایط زندگی توجه، توکل و ایمان کامل داشته باشید، آن تک سنگ ها و نقاط خشک و قابل اعتماد برای ایستادن و جان خود را از آن باطلاق نجات دادن را بهتر خواهید دید. دوست من، در شرایط باطلاقی زندگی پشت سوال هایی که برای آنها پاسخی نمییابی و یا پاسخ هایی که درکشون نمی کنی متوقف نشو. اگر چنین کنی، رهایی از باطلاق برای شما بسیار دشوار میشه. اینها همان باطلاق هایی خواهند شد که عمرت را به تباهی خواهند کشید و زندگی فعلی شما را نیز بی خاصیت و غیر فعال می سازند. کلام خدا در 2 قرنتیان فصل 12 آیه 9، همان آیه‌ای که در ابتدای این صحبت خدمت شما قرائت کردم، می‌فرماید من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می‌شود. پس حال با شادی به ضعف‌های خود می‌بالم، شادم از اینکه زندگیم قدرت مسیح را نمایان می‌سازد و نه توانایی ها و استعداد های خودم را. دوست گرامی من، این فرمایش خداوند مدد کننده بسیار مفیدیه برای زمانهایی که در باطلاق های زندگی خودتون گرفتار شدید. همواره به یاد داشته باش، اعتماد کامل به خدا یعنی اینکه اجازه بدیم تا لحظات پر استرس در مسیر زندگی ما مبدل به لحظات پر آرامش و قوت بشند. دوست عزیز من، خدا با شماست.
حتی اگه امروز خود را در باطلاقی وحشتناک میبینید. خداوند برای کمک و نجات شما آماده است. به او توکل داشته باش، اجازه بده تا خداوند در وقت خود به روش خود درس‌های لازمه را در این باطلاق به شما آموخته و شما را نجات بدهد. اوتات سرود خانی با صدای سنج هم دش گویی هللویا هللویا جلال بر نام خدا من شادی در خدا من نامش متبارک شادی کنی ای فرزندان دست تو برافرازی را بخشایی جلال و خدا بندگویی قره روح را به طلبی شکر و تسبیح را به جاری آمدش خانی شکرش گویی خدای ما شایسته هست شادی در خدا بند نامش متبارک شادی کنید ای فرزندان دست ها بر افرازی لب ها را بخشایی جلال بر خدا وندوی مسیح خدایم ره خوشایم آلی و نورم ره نمایم در سختی ها در تنگی ها صلیب روز پیروزیم شادی در خداوند نامش متبارک شادی کنید ای فرزندان دست ها بر افرازی لب ها را بخشایی جلال بر خداوند شادی در خداوند نامش متبارک شادی کنید ای فرزندان دست و برافرازی لب و را بخشایی جلال بر خداوند گویی آمین. خدا را شکر. عزیزان، مطالعه خود را با ذکر آیه دیگری در کلام خدا ادامه می دهم. در مزمور 56 آیه 8 آیه بسیار دلگرم کنندهی وجود داره. در این آیه می خوانیم: تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشکهایم را داری و آن را در دفترت ثبت کرده ای. آمین. عزیزان، آیا تا کنون شده که پرسیده باشید آیا این امکان وجود داره که خدا مرا فراموش کرده باشه؟ باید فروتنانه این واقعیت را بپذیریم که فراموشی تجربه ما انسان هاست و نه خدا، و چون ما انسان ها فراموشکار هستیم بسیار طبیعیه که تصور کنیم شاید خدا هم گاهی چیزی را فراموش میکنه. بله، طبیعت انسانی ما به گونه ای دائما تمایل داره تا خصلت و سیرت خدا را هم مانند خود انگارد. ما انسان ها به خاطر طبیعت محدود و گناهکار خودمون بر این باور غلط هستیم که چون ما فراموشکار هستیم پس خدا هم گاهی میتونه فراموش کنه و نیازهای ما را از یاد ببره.
گاهی هم افکار انسانی ما در ما نجوا می کنند که در این دنیایی که حتی بهترین پدران هم گاهی چیزی را فراموش می کنند، پس حتما پدر آسمانی ما هم از این نقص مستثنا نیست. خدا هم گاهی فراموش می کنه. عزیزان، کتاب مقدس که کلام خداست به سرعت در این مورد به کمک ما میاد و این موضوع را برای ما به خوبی روشن می سازه. کتاب مقدس خود دلیل و مدرک قوی و زنده‌ای از این که خدا هرگز ما را فراموش نمی کنه. زمانی که ما انسان‌ها می‌خواهیم چیزی را از یاد نبریم، اون را در جایی مطمئن به گونه‌ای واضح یادداشت می‌کنیم. خداوند هم درست همین کار را انجام داده. البته لازم به یادآوریه که خدا مانند ما انسان‌ها با دست و انگشتان خودش چیزی را ننوشت، بلکه او افرادی خاص را برگزید، به آنها پیام‌های خود را الهام فرمود و آن برگزیدگان خداوند پیام‌ها را با دست‌های خود یادداشت کردند. نویسندگان کلام خدا که از طرف او الهام می‌گرفتند، با نوشتار خودشون ما را متوجه این مهم می‌سازند که خدای ما هرگز هیچ چیز را فراموش نمی‌کنه. برای نمونه در مزمور 56 و آیه 8، آیه‌ای که در ابتدا خدمت شما قرائت شد، می‌خوانیم که تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشک‌هایم را داری و آن را در دفترت ثبت کرده‌ای. دوستان، خداوند نه تنها پریشانی‌ها و اشک‌های ما را می‌بینه و اونها را ثبت می‌کنه، بلکه او از قبل آنها را دیده و به خوبی میشناسه. در آیه 16 هم در مزمور 139 هم همچنین میخوانیم که بله، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی، پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. خدا را شکر. دوستان، کتاب مقدس از عبارات و اصطلاحات انسانی استفاده می‌کنه تا به ما ثابت کنه که خدا مانند ما محدود و ضعیف نیست. بله، کلام خدا در مورد سیرت و شخصیت او این حقیقت را به ما ثابت می‌کنند که خدا هرگز فراموش نمی‌کنه. البته ما این حقیقت را که خدا هرگز فراموش نمی کنه را در مغز خود پذیرفته و ذخیره داریم، ولی این قلب ماست که در شرایط دشوار زندگی خدا را زیر سوال می بره و سوال اینه که آیا خدا مرا فراموش کرده؟ در یک چنین موقعیت هایی، زمانی که این سوال برای ما به وجود میاد که آیا واقعاً خدا ما را فراموش کرده، مطالعه و تعمق در کلام او در مزمور 139 به ما کمک میکنه و ما را آرامش میده. دوستان، به طور خلاصه، حضرت داوود نویسنده این قسمت از کتاب مقدس ذکر میکنه که حتی اگه او بخواد نمیتونه از حضور خدا فرار کنه و خودش را از او پنهان. بله دوستان، خدا همیشه در همه جا حضور داره. خدا همین حالا با شماست و حال که او نزد شماست، دلیلی بسیار قوی بر این واقعیت که او شما را فراموش نکرده. به عبارتی دیگه، خدا چطور میتونه کسی را فراموش کنه در حالی که هرگز از او جدا نبوده؟ دوست من، حال که شما در ایمان خود به عیسی مسیح به عنوان منجی در چشم خدا عادل گردیده و به عضویت خانواده الهی او پذیرفته شدید، او چون پدری بسیار دلسوز و مهربان همواره به فکر شماست و برای نیازهای شما در تدارک می باشه. عزیزان، این حقیقت که امروزه دنیایی که من و شما در آن زندگی می کنیم
مملو از بی‌ثباتی و ناامنی می باشه قابل انکار نیست. مصیبت، ترس، استراب، پریشانی و ناامنی را همه ما به کرات در زندگی خودمون روزانه تجربه کردیم. بنابراین گاهی این سوال برای هر کدام از ما به وجود میاد که شاید ما فراموش شده خدا هستیم. ولی دوست من، مطمئن باش که این حقیقت نداره. خدا هرگز ما را فراموش نمی کنه. همه چیز در این هستی تحت کنترل کامل خالق ما خداست. دوست من، خداوند از هر نیاز شما آگاهه، حتی قبل از آن که شما به آن نیاز برسید و از خدا درخواستی داشته باشید. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 18 می‌فرماید: در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. آمین. در این اطمینان که عیسی مسیح همواره با شماست زندگی کن. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. چنانچه مطالعه این هفته ما در کلام خدا قلب شما را لمس نموده و مایلی تا با خداوند آشتی نموده، عیسی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته، از آمرزش گناهان خود اطمینان یافته و حیات ابدی و آرامش الهی او را دریافت نمایید، از شما دعوت می کنم تا با هم از خداوند بزرگ این را بطلبیم. با هم دعا کنیم. خدای مهربان، قادر مطلق، تو را شکر می کنیم که ما را در محبت خود آفریده و همواره دوست می داری. خداوندا، از تو سپاسگزاریم که عیسی مسیح را برای نجات من به این جهان فرستادی. خداوند، من ایمان می آورم که مسیح تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. خداوند، من به فیض و بخشش تو نیازمندم. گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. پدر آسمانی، کنترل زندگی مرا تو خود با دست‌های پرقدرتت در اختیار بگیر و از آن برای جلال نام خودت و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. خداوندا، من این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم و با ایمان به حقیقت کلامت نجات و آرامش الهیت را دریافت می کنم. آمین. شنوندگان گرامی، ضمن تبریک به شما که به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده و نجات، آمرزش و آرامش الهی او را دریافت نموده اید، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا مایلی تا در مورد شخصیت عیسی مسیح و این زندگی جدید مسیحی با خداوند اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفاً با من تماس بگیرید تا در فراغ خاطر و فرصت کافی با هم صحبت کنیم. خوشحال میشم تا سوالات و پیشنهادات محترم شما را بشنوم. عزیزان، با سپاس از خداوند که این فرصت را در شناخت از خود و کلامش به ما داد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد.